درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه شبانه. آرتمیس اهورا هستم، دبیرکل حزب رستاخیز ایران گرایان، و امشب درباره یکی از جستارهای خیلی جالبی با شما صحبت میکنم که شاید گاهی اوقات برخی از شما شنیده بودید در برنامه‌های جنبش رنسانس، و شاید هم برخی برای نخستین بار این جستار رو میشنویم. امروز ما میخوایم درباره رویارویی فرهنگ ایران شهری و نگاه ایرانی در واقع با نگرش و باور اسلامی صحبت کنیم. این که ما همیشه میگیم که هم در حزب رستاخیز ایران گرایان هم در جنبش رنسانس سالها میگفتیم که شما یا باید ایرانی باشید یا مسلمان. دوتاش با هم جمع نمیشه. چرا؟ برای که جهانبینی ایرانی با جهانبینی اسلامی 180 درجه با هم تفاوت دارند و اصلا میتونیم بگیم ضد هم هستند. امروز درباره این تفاوت‌ها با شما صحبت میکنم، اینکه چگونه فرهنگ ایرانی هیچ نوع نزدیکی و سنخیتی با نگرش اسلامی نداره و چرا ما اگر که ایرانی هستیم نمیتونیم مسلمان خوبی باشیم، و اگه شما میخواید مسلمان خوبی باشید نمیتونید یک ایرانی خوب باشید. برای مقایسه یا برابری در واقع این دوتا نگاه یا جهانبینی، نخست باید هر کدوم از اینها رو شما بشناسید، تفاوت و تقابل اونها رو با هم بدونید. بزرگترین تفاوت نگاه ایرانی و نگاه اسلامی از خود مفهوم واژه آفریننده آغاز میشه. یعنی چیزی که ما در نگاه اسلامی آفریننده جهان میدونیم یا الله، مفهومی است مطلق. این مفهوم مطلق چیزی است که همه توانایی ها و قدرت جهان برای ساخت و اداره و کنترل همه چیز در دست اللهه و اختیار مال و جان و روان و همه چیز باز فقط دست اوست و برای شما بکن نکن میکنه و در واقع روان همه تنها در دست اونه و از نظر الله شما یک موجود انسان، یک موجود خطاکار و اشتباهکار و نادانی است که باید برای هر یک گامی که برمیداره و برای نفس کشیدنش هم حتی نسخه پیچید و دستور صادر کرد. و از این رو هست که تابع مطلق دستورات خداست بنده در اسلام، و اون رو هم بنده نامیده. بنده یعنی کسی است که هیچ ایده، نظر و نگرشی از خودش نمیتونه داشته باشه و هر کاری که انجام میده باید برای رضایت خدا باشه، یعنی همون الله باشه، و اگه اون الله خوشش نیاد از کار اون بندگان، اونا رو عذاب میده و خشمگین ازشون و اونها رو در واقع مجازات میکنه. و اونقدر هم این الله در اسلام عصبی و خشمگینه که سزای کار بندگانش رو با سرب مذاب و آتش و شکنجه های وحشیانه و خطرناک و غیر انسانی میده، و از سوی هم با تناقض کامل از یک جای دیگه اونو اشرف مخلوقات هم میدونه. یعنی اون الله انقدر عصبانی و خشمگینه که بندگان خطاکار رو میسوزونه و میکشه و با مو آویزون میکنه و پوستشون رو میکنه و نمیدونم میگم سرب میریزه تو دهنشون، این حرفا. و از اون سو هم و در پارادوکس کامل، در تناقض کامل، در خود قرآن اونو اشرف مخلوقات هم مینامه. حالا میایم ببینیم در نگاه ایران شهری آفریننده کیست و انسان در برابرش چیست. ایرانیان از دوران اشوزرتوش با واژه و مفهوم اهورامزدا به معنی دانای بسیار بزرگ یا بسیار داننده آشنا میشن. بنابراین اون الله که در اسلام همه چی تمومه، در اندیشه ایرانیان اهورامزدا یک دانای بزرگه و برای همین این اهورامزدا هستی رو بر اساس دانش، منطق، خرد و اندیشه بنیاد میذاره در جهانبینی ایرانی، و هرگز اهورامزدا قدرت مطلق نیست. در نگاه زرتشت، در نگاه ایرانی که زرتشت در اندیشه ایرانی و خاستگاه ایرانی در واقع بزرگ شد و این اندیشه ها رو آموخت، در واقع نیرویی که اهورامزدا داره با یک فروزه هایی به نام امشاسبندان قسمت میشه. در واقع این فروزه ها و این امشاسبندان سمبل و نماد بخشی از نیکی ها و نیروهای مثبت و سازنده جهان هستند و همه چیز مال اهورامزدا نیست و انسان هم در نگاه ایرانی، در جهانبینی ایرانی، همکار و همراه و یار اهورامزداست برای نگهداری، نگهبانی و سازندگی هستی. بنابراین اینجوری نیست که الله اینجاست، برده اینجاست. در نگاه ایرانی اهورامزدا اینجاست و انسان در کنارش و همپای اون داره سازندگی میکنه و نگهداری میکنه از هستی. در نگاه ایران شهری انسان برده و بنده اهورامزدا نیست. هر کار نیکی رو که انجام میده برای نفس خود نیکی کردنه، نه برای اینکه اهورامزدا خوشش بیاد یا بدش بیاد. اگه بدی انسان انجام بده بنا نیست در آتش سوزان جهنم بسوزونن، از مو آویزون کنن، سرب مذاب بریزن، پوستشون رو بکنن بسوزونن که دوباره پوست جدید رویده بشه، بعد اون پوست جدید رو بسوزونن و باز دوباره پوست جدید. شکنجهگر نیست اهورامزدا در جهانبینی ایرانی و در واقع نیک و بد برای نفس خود نیک و بده که انجام داده میشه یا پرهیز میشه. به کسی هم رشوه‌ای در جهانبینی ایرانی برای نیک بودن داده نمیشه، بلکه بارها گفته شده و تکرار شده در اندیشه ایرانی و زرتشت که راه زندگی یکیه و اون هم راه راسته. بنابراین اگه کسی میخواد زندگی خوب و در واقع میشه گفت که سربلند و خوشبختی داشته باشه، باید راه راست رو انتخاب بکنه و از راه نیک بتونه زندگی آرام و روشنی داشته باشه و نیک بیاندیشه و آزادانه هم بیاندیشه و خودش راهش رو انتخاب بکنه. ولی راهی که انتخاب میکنه خودش هم مسئولیتش رو میپذیره و اگر که سرانجام زندگیش نیک یا بد بود مسئولش خود اون فرده، نه اهورامزدا نه دیگران. در خرد ایرانی در واقع میبینیم که این آزاداندیشی برای نخستین بار از دوران زرتشت به مردم جهان معرفی میشه. یعنی چی؟ زرتشت میاد و به مردم میگه که یه مفهوم انتزاعی وجود داره به نام خرد و مردم جهان تا اون زمان مفاهیم انتزاعی رو نمیشناختن در 3700 سال پیش. بنابراین نخستین کسی که در جهان واژه خرد رو به مردم جهان نشون میده اشو زرتشته. و خرد چیست؟ آیا همون عقله؟ نه. خرد عقلی است که اخلاق مداره، یعنی برعکس نظریه غربی عقل که عقل رو تفاوت بین سود و زیان میبینن، در اندیشه ایرانی تفاوت بین سود و زیان انسان بایستی تابع اخلاق باشه و پرورش یافته باشه. یعنی یک چتری به نام چتر اخلاق روی خرد ایرانی است که روی عقل غربی نیست و برای همینم غربی ها خیلی اوقات میبینید فلاسفهشون میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، در حالی که در اندیشه ایرانی شما برای رسیدن به هدف از هر وسیله‌ای نمیتونید استفاده کنید. پس این هم تفاوت دومه. تفاوت اول در مفهوم اهورامزدا و جایگاه انسان بود، تفاوت دوم در مفهوم خرده. و تفاوت سوم نگاه ایران شهری تفاوت بسیار بزرگ دیگری که داره با اندیشه های اسلامی آزادی گزینشه، چیزی که ما در اسلام اصلا نداریم. برای شما در باور اسلامی و جهانبینی اسلامی همه چیز از پیش تعیین شده است و الله برای شما تمام بکن نکنها و راه راست و درست و نشون داده و شما فقط باید تو راهی که الله میگه برین تا خوشش بیاد و این خوشش نیاد شما رو پاداش جزا میده و اون جزاهایی که در قرآن همه جا میخونید. بنابراین ما در باور زرتشتی تفاوتی که داریم، این آزادی گزینش برای شما یک نکته مهمی رو ایجاد میکنه و اینکه احکامی وجود نداره. چرا؟ چون احکام یعنی بکن نکن، حکم کردن، ولی شما که آزادانه میتونین بیاندیشین و آزادانه میتونین گزینش بکنین، نیازی به احکام ندارید. خرد خود انسان هست که تصمیم زندگیشو میگیره و نیازی به بکن مکن اهورامزدا نداره. و در نهایت آنچه که توصیه میشه به انسان اینه که اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک هست که زندگی شما رو به خوشبختی میرسونه، آرامش و نیکی. و اگر شما در راه درست زندگی کنید هست که آرامش و شادی دارید، اگر نکنید زندگیتون سیاه و دردناک و خراب و سر و کارتون میفته با قانون و با بلاهای مختلف و با دردسرها و مکافات مختلفی که در این جهان در سر کار اشتباه و بعدش خودتون گریبانتون رو میگیره. تفاوت چهارمی که بین نگاه ایران شهری و نگاه اسلامی وجود داره در رواداری است. ایرانیان از دیرباز تاریخ انسان‌هایی هستند که خیلی روادارند، تحمل دیگران، اندیشه دیگران و اینکه دیگران هم باید باشن، حالا میتونن برای خودشون زندگی بکنن، ملت‌های دیگه، فرهنگ‌های دیگه. و از همین روی هم ایرانیان هرگز در پی کشت و کشتار دیگران به خاطر عقایدشون و محروم کردن افراد غیر همباور با خودشون یا غیر هماندیش خودشون از زندگی نبودن. و امپراتوری‌های بزرگ ایران که در دوران ماد دیدیم، در دوران هخامنشیان دیدیم، در دوران پارت یا اشکانیان دیدیم، در دوران ساسانیان دیدیم، برای هزاره ها آمد و به جهان نشون داد که چگونه ایرانیان تونستن بر نقاط و ملت‌های گوناگون امپراتوریشون رو گسترش بدن، ولی با دادگری و با انصاف و با آرامش و بدون حذف و کشتار غیر خودی یا بدون حذف و کشتار غیر همباوران ما یه امپراتوری پهناوری با آرامش و صلح و خرسندی مردم زندگی و کار میکردن. و هر کس زیر این گستره بزرگ امپراتوری ایران بود که در دوران مختلف هم این امپراتوری حوزش و گسترش با هم دیگه تفاوت‌هایی داشت، همیشه به ایران و ایرانیان با نگاه احترام نگاه کردن ملت‌های دیگه، برای که کسی رو ما نیامدیم بزنیم و بکشیم و بگیم یا مثل ما فکر میکنین یا میکشیمتون، یا به دین ما باور میارین یا حذفتون میکنیم. برعکس شما در اندیشه اسلامی، در جهانبینی اسلامی میبینید مفهوم رواداری جایی نداره. از خود صدر اسلام پیامبر با شمشیر قبایل دیگه عرب رو با شمشیر به زیر چکمه حکومت اسلامی خودش در آورد و بعد در کشورهای دیگه با یورش و تازش و کشتار و زور شمشیر بود که مردم رو مسلمون میکردن و هر کس مسلمون نمیشد کشته میشد و اموالش غارت میشد و کشورهاشون چپاول میشد و باید جریمه هم پرداخت میکردن به عنوان جزیه برای کسانی که باور نمی آوردن به اسلام. به عبارت دیگه در تمام جاهایی که در خود قرآن و در تمام روایت و احادیث بازمانده شما یا مسلمونین یا اگه مسلمان نیستید کافر و مشرکین و ریختن خونتونم مباح حلاله و گرفتن اموال و زندگی و دارایی و زن و فرزندتون هم حلال و مباح هم هست. و اسلام نه تنها به شما اجازه اندیشیدن، نقد کردن و پرسش کردن نمیده، چون که شما باید تسلیم محض باشید و شما اجازه ندارید در واقع پرسش بکنید و زیر سوال ببرید بکن نکنه الله رو. برای همینم برای همه چیز شما سرنوشتتون و زندگیتون فرمول و نسخه پیچیده شده و شما برخلاف کلام خدا نمیتونید، الله نمیتونید حرفی بزنید و نمیتونید سرپیچی کنید و هیچ انسان مسلمانی همکار الله شمرده نمیشه، بنده اوست و عقلش هم به کارش نمیرسه و رواداری هم نداره و براش همه چیز باید بین خودی و ناخودی تقسیم بشه و آزادی گزینش در این جهان بینی معنایی نداره. حالا میرسیم به پنجمین تفاوت. در اندیشه ایرانی و ایران شهری، ایرانیان حتی شاه رو توسط مجلس مهتران و دانایان اگه اشتباه میکرد میتونستن بازخواست کنن و به دادگاه بکشونن و دادگری و سازندگی و شایسته سالاری که از بزرگترین ارکان یک حکومت یک پادشاه بود، اگر این خرد و دادگری و سازندگی از شاه گرفته میشد یا کمکاری میکرد، در واقع میگفتن که این شاه دیگه اون فر رو، اون مزیت رو نداره که بتونه به ما حکمرانی کنه و میتونستن شاه رو بر طبق نظر اون مجلس مهتران در واقع بذارن کنار و فرزند، برادرش یا یک فرد دیگری از برجستگان و شایستگان و سرآمدان، چه از خانواده پادشاهی چه اگر کس دیگری نبود، میتونستن از یک خانواده شایسته دیگری برگزینن و به اداره کشور بگمارن. در تاریخ ایران پیش از اسلام یکی دو سه بار این اتفاق افتاد که ما نمونه‌اش رو در خسرو پرویز کاملا به صورت سند و نوشته شده داریم که داورانی خسرو پرویز آوردن به خاطر کارهایی که باید میکرده نکرده و کارهایی که نباید میکرده و کرده که به زیان منافع ملی و ایران بوده به دادگاه کشوندن و مجازات کردن و شاه رو حتی اعدام کردن. در باور اسلامی هرگز کسی اجازه امر و نهی و بازخواست از پیامبر و پس از او از خلفای اسلامی و فرزندانش رو هم، نوادگان پیامبر رو هم نداشته، نداره و نخواهد داشت و حتی بی خود و بی جهت به اونها معصوم و عاری از اشتباه هم میگفتن، در حالی که اینا کاملا انسانهای عادی بودن و خیلی هاشون هم اشتباه کردن و یک بار هم نه، بارها اشتباه کردن و کارهای خطا هم زیاد کردن و اینو طبق نوشته خود تاریخ نویسان مسلمان و تاریخ نویسان عرب شما میتونید ببینید و ببینید چه اندازه جهان بینی اسلامی میتونه عاری از خرد و اندیشه درست باشه که شما به خاطر که یک کسی اسمش پیامبره و فرزندان و نوادگانش یا خلفای اسلامی، اینها رو اجازه بازخواست نداشته باشید و اینا رو عاری از هر گونه گناه و خطا و اشتباه بدانید. و همین امروزشم در همین ایران هم دارید میبینید اگه کسی بر ضد ولی فقیه که خودشو نماینده خدا و پیغمبر میدونه سخنی بگه، صداش رو خفه میکنن و خودش و خانوادهش رو به کل حذف میکنن و یا به زندان میزن یا اعدام میکنن و هر صدای مخالفی حذف میشه و کسی هم اجازه نقد قرآن یا خود پیامبر و امامان رو نداره و اگه همچین کاری هم بکنه، شما هر روزه دارید هم در اخبار میبینید و میشنوید در تمام کشورهای اسلامی از آفریقا تا خاورمیانه تا آسیای دورتر مثلا اندونزی، مالزی شما میبینید و حتی در اروپا مسلمانان اروپایی کسی از نقد قرآن و پیامبر رو بکنه سرشو میبرن میزنن رو سینه‌اش و در همین فرانسه و ایتالیا و اتریش هم شما چند بار دیدین در چند یکی دو سه سال گذشته نمونه‌هاشو دیدید که سر افرادو بریدن در بغل خیابون گذاشتن رو سینه‌اش. در نگاه ایران شهری نکته ششم یا تفاوت ششمی که وجود داره اینه که شما همه چیزتون بر مبنای منطق، خرد، اندیشه و دانشه و هیچ وقت شما عقب نمیمونید، شما هیچ وقت جا نمیمونید. بنابراین نگاه ایران شهری یا جهانبینی ایرانی آپدیته، بروزه و همواره هم میتونه با جریان جهان بره جلو. چرا؟ چون نه منطق هیچ وقت تعطیل خواهد شد در جهان، نه اندیشه و خرد و نه آزادی گزینش. و اگر شما همیشه اینا با خودتون داشته باشید، همیشه آپدیتید، همیشه بروزید و هیچ وقت هم اینجوری نیستش که شما عقب بمونید از جهان و بگن که حالا دیگه از این به بعد اندیشه ایران شهری به درد نمیخوره، مال 1400 سال پیشه، مثلا مثل اسلامی که الان 1400 سال پیشه و همینجور کهنه و آکبند همینجوری میگن باید ادامش بدین. اندیشه ایرانی اینجوری نیست و هیچ فرمول ثابتی برای شما در نظر گرفته نمیشه به جز همون راستگی و راستگرداری، راست گفتاری، راست اندیشی و این باور موجب میشه که شما مرگتون و زندگیتون و همه چیز زندگی ایرانی، عنصر ایرانی در واقع بر اساس زمان خودش، مکان خودش، در هر زمان و هر مکانی که باشه میتونه بروز و به نو بشه و از واجبات زندگی شما آزاداندیشی و آزادی گزینشه. و چون دروغ زشت ترین و پایه همه سیاهکاری‌ها شمرده میشه، شما حتی به خاطر نجات خودتون و دیگران نباید دروغ بگین. و ما چیزی به عنوان دروغ مصلحتی در اندیشه ایرانی، دورویی، دورنگی و بازی برای دربردن خودتون از مخمصه ندارید و همه چیز بر مبنای راستی و راستگرداری انجام میشه. بنابراین این هم یک تفاوت بسیار مهم دیگری است که در اندیشه ایرانیان وجود داره. خب حالا ما در نگاه ایرانی که بهتون گفتم تفاوت ششمش اینه که همیشه ما به روز هستیم و به خاطر آزادی اندیشه و گزینش خودمون رو آپدیت میکنیم، اون نگاه روادارانمون موجب میشه همه یه هستی رو با هم با یک ارزش ببینیم، نه مثل باور اسلامی که انسان اشرف مخلوقات، هر کاری دلش میخواد با بقیه مخلوقات میکنه که شما در اندیشه اسلامی مسلمانان میبینید سگ نجسه میکشن، خوک نجسه میکشن، رواداری ندارن به حیوانات، به محیط زیست، به کودکان، به زنان. و به طور کلی اون حالتی که در جهانبینی ایرانی برای نگهبانی از همه جا و همه کس و همه چیز وجود داره، از آب و آتش و باد و خاک شما همه عناصر، همه جانوران، همه گیاهان رو باید گرامی بدارید و شما هیچ موجود برتری از بقیه موجودات جهان نیستید، موجب میشه که شما یک انسان همیشه به روز با ارزش‌های انسان متمدن امروزی بمونید، در حالی که شما همین امروز در هزاره سوم در فقط یک روز عید قربان هزاران، میلیون‌ها حیوان رو در این روز میکشن و خونها بر زمین میریزه و این تازه روز عیدشونه. یعنی شما میبینید که خشونت و نفرتی که در اندیشه و مغز مسلمانان هست چه اندازه جهانبینی ایناست در واقع و چه اندازه در تار و پود وجود اینا نهفتن. برای همینه که شما در اندیشه اسلامی سنگسار دارید، شلاق دارید، دست و پا بریدن دارید، چشم در آوردن دارید و حتی بچه هاشون رو میارن این مراسم خشن و غیر انسانی رو نگاه کنن. و حتی شما دیدید که ذبح، خود ذبح اسلامی کاملا با مبانی انسانیت در تضاده. شما هنگامی که باید گلوی یک حیوان رو ببرین انقدر خون از بدنش خارج شه تا بمیره و با شکنجه بمیره، یا اون مدلی که شتر رو میکشن که یک چاقو به گردنش فرو میکنن و این حیوان انقدر باید بدو تا همه خون بدنش خارج بشه و بمیره، شما میبینید چه اندازه این جهانبینی خشونت آفرینه. و برای همینی که از بچگی تمام این بچه های مسلمان در کشور مسلمان خشن و بیرحم بار میان و چقدر با اندیشه و نگرش ایرانی و جهان بینی ایرانی متفاوته که ما حتی آب و خاک و آتش و گرامی میداریم و همه حیوانات و همه عناصر هستی رو و به همه چیز رواداری و مهربانی داریم و نگهبان همه هستی هستیم. نکته هفتم تفاوت وجدان و تقواست. وجدان در اندیشه ایران شهری چیست؟ تقوا در اندیشه اسلامی چیست؟ در اندیشه ایران شهری دعنا از دیدن میاد و دیدن همون وجدان درونی است. بنابراین وقتی که ما در واژه دین رو در باور زرتشتی داشتیم به معنی دیدن و وجدان درونی یا نگرش و زنده بیدار اندیشی است، یعنی جان شما زنده است و وجدان شما زنده است و میبینه. انسان ایرانی بر اساس وجدان نیک زندگی میکنه و چشم جانش روشنه و بر اساس این وجدان بیدار هست که تصمیم میگیره. از این روی هم هست شما در ضرب المثل های ایرانی داریم که هرچه برای خود میپسندی برای دیگری بپسند و هرچه برای خود نمیپسندی برای دیگری نپسند. یا بهتون میگن که چاه نکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی، یعنی اینکه یک سوزن به خودت بزن یه جوالدوز برام. یعنی اینا همه نشون میده که وجدان بیدار و آگاه در اندیشه ایرانی چقدر مهم بوده و چقدر چشم جان انسانها در ایران زنده و روشن بوده. حالا تقوا چیست؟ ما وجدان رو در ایران داشتیم، ولی اعراب اندیشه اسلامی تقوا رو جایگزین وجدان کرد. تقوا به واژه به معنی خدا ترسی است. خود تقوا به معنی خدا ترسی است، یعنی انسان مسلمان که بر اساس شیوه پیامبرش خدا ترسانه باید زندگی کنه، ربطی به خوبی و بدی موضوع نداره. این کار رو نمیکنه و باید اون کار رو نکنه برای اینکه خدا میترسه، نباید این کار رو بکنه. این کار رو میکنه برای اینکه خدا گفته باید بکنه. بنابراین به خوبی و بدی شیوه زندگی پیامبرش کاری نداره. هر آنچه گفته شده بر اساس تقوا و خدا ترسی زندگی میکنن. بنابراین اگه تو انسان با تقوایی هستی، نیازی نیست الزاماً انسان نیکی باشی، تنها باید بر شیوه مورد قبول تعیین شده الله و پیامبرش باشی و این موجب میشه که تو انسان با تقوایی باشی. برای همینه که شما میتونید در اندیشه اسلامی هزاران انسان دیگر رو بکشین، افراد غیر هماندیش خودتون رو بکشین، کفار و مشرکین رو بکشین و اسمتون هم باشه انسان بسیار با تقوا. برای همینم هست که شما میبینید امر به معروف و نهی از منکر هم بخشی از همون اصول اندیشه اسلامی است. در زندگی مردم دخالت کردن، دیگران عذاب و آزار دادن، هرچه درست و نادرسته تنها بر اساس فرمول تعیین شده الله خودشون و پیامبر خودشون انجام دادن و وقتی که امر به معروف نهی از منکر میکنن میگن من آدمه با تقواییم و خدا ترسم و از ترس خدام که گفته باید این کار رو بکنی این کار رو انجام میدم. حالا دیگه کاری ندارن که این کار آیا درسته یا نه، وجدانیست یا نه، آیا نیکه یا بده. فقط به خاطر اینکه من از خدا میترسم و خدا ترس هستم و با تقوا هستم و در دین من گفته شده باید این کار رو بکنی انجام میدم. بنابراین این 7 تفاوت اصلی رو داشتن این 2 اندیشه. حالا میایم ببینیم نگاه و اندیشه ایران شهری بر مبنای چه اصلهایی گذاشته شده و اگه ما میخوایم بگیم ما ایرانی هستیم با هویت ایرانی باید چه ویژگی هایی داشته باشیم. این ویژگی هایی است که هویت ایرانی رو در ایران کلاسیک، یعنی ایران پیش از این 1400 سالی که به ما حمله شده و فرهنگمون رو زدن داغون کردن و خراب کردن و کمرنگ کردن و اندیشه‌های اسلامی و فرهنگ اسلامی رو خواستن جایگزینش کنن، ما این ویژگی هایی که الان میگم خدمتتون رو داشتیم و برای همین نگاهمون نگاه ایران شهری بوده. نگاه ایران شهری چند تا اصل مهم داره. نخستینش خرد که بهتون گفتم. خرد اصلا مفهومی است که ایرانیان برای نخستین بار در جهان به مردم جهان در 4000 سال پیش، 3800 سال پیش دوران اشور زرتشت این واژه رو به جهانیان معرفی کردن. خرد پس شد چتر زیر عقل زیر چتر اخلاق. 2. داد یعنی عدالت و 2 معنی هم داره دادگری، هم به معنی جاستیس یا عدالت قانونی است، یعنی اینکه مثلا شما کار بد کردین مجرمین جزاتون رو میدن، کار نیک میکنین پاداشتون رو میدن. علاوه بر این داد معنی شایسته سالاری هم میده، یعنی هر چیزی باید جای خودش باشه. اینکه شما یه انسان فرومایه و کوچک رو در یک پست بزرگ بگذارید بیداده و امروز در ایران اینو دارید میبینید. افراد ناکارآمد، افراد بیکفایت، افرادی که کاردان نیستن در پست ها و مناصب و مشاغلی هستن که شایستگیشو ندارن و جاشون اونجا نیست و اون کارو بلد نیستن و برای همینه که این مملکت روز به روز مثل یک کلاف سردرگم بیشتر در هم گوریده میشه و بیشتر در هم گره میخوره و هیچ چیز جای خودش درست نیست. چرا؟ چون داد در ایران وجود نداره. نه داد از نظر دادگستری و سیستم درست رسیدگی به حق و ناحق وجود داره و نه اینکه چیزی در جای درست خودش هست. پس این دومین ویژگی بود. نخست خرد، دوم داد. حالا سوم چیست؟ آبادگری یا آبادسازی. آبادسازی بخشی جدایی ناپذیر از اندیشه و منشه ایرانی بوده. یعنی چی؟ آبادسازی فقط به معنی ساختن پل و جاده و خیابان و ساختمان و دانشگاه و بیمارستان نیست. آبادسازی یعنی آباد کردن، چه روانی و معنوی، چه فیزیکی و مادی. آبادسازی یعنی این که اگر من یه کاری رو بلدم بیام به شما یاد بدم. اگر من میتونم به تعدادی از کودکان کار خیابان آموزشی بدم، دانشم استفاده کنم، درس بدم، آموزش بدم به تعدادی از بچه های محل خودمون، من به عنوان مثلا یک مربی جودو یا کاراته یا ورزش میتونم یک کاری، یک فنی، یک هنری، چیزی رو آموزش بدم و این کار رو بکنم، من آبادگر هستم. آبادسازی فقط معنای فیزیکی نداره. پس ما آبادسازی رو بخشش رو معنوی میدونیم. یعنی اینکه شما هر کار نیکی انجام بدید برای بهتر شدن جهان، دارید جهان رو آباد میکنید. کمک به دیگران کردن و دست کسی رو گرفتن و چیزی آموزش دادن، همه اینها در مقوله آبادسازی میگرده. درختی رو در زمین نشاندن، محصولی رو درو کردن، هر کاری که شما کمک کنه به بهتر شدن جهان جزء آبادسازی است. پس این ویژگی سوم ایرانی بودنه. و چهارم آزادگی. آزادگی با آزادی فرق میکنه. آزادی یعنی که شما هر کاری میخواین بکنین، هر چی میخواین بخورین، هر چی میخواین بپوشین، که آزادی هم میدونیم در هیچ جای جهان بی حد و مرز نیست. آزادی تا اندازه است که شما حقوق دیگران یا حقوق اجتماع رو زیر پا نذارید و آسیب به دیگران یا آسیب به اجتماع، چه از نظر فیزیکی چه از نظر اخلاقی و رفتاری، وارد نکنید. به این میگن آزادی. اما آزادگی چیست؟ روحیه آزاده داشتن، یعنی اینکه سرم رو در برابر ستم خم نکردن، به خاطر منافع شخصی خودم دروغ نگفتن. آزاده بودن دلاوری میخواد، آزاده بودن رشادت میخواد. ما در بیشترین جایی که درباره مفهوم آزادگی میشنویم در شاهنامه است. تمام داستانهای خداینامه درباره روحیه آزادگی است و ایستادگی در برابر ستم، سرخم نکردن، رشادت و دلاوری داشتن برای بیان نظر خود و کار درست را انجام دادن، حتی اگر به زیان منافع شخصی من یا خانواده‌ام تمام بشه. بنابراین این رو میگن آزادگی. و آزادگی بسیار اصل مهمی در ایران پیش از اسلام بوده و این آزادگی است که موجب میشه من و شما خودمون رو نفروشیم. حالا بعضی میگن هر کسی قیمتی داره، هر کس بنا به قیمتش خریداری میشه. در ایران کلاسیک، در جزو ارزش‌های ایرانیان آزادگی بوده و ایرانیان تحت هیچ عنوان به خاطر منافع شخصی یا گروهی خودشون نمی اومدن راستی و درستی و کار درست رو زیر پا بزنن و کار نادرست انجام بدن یا حق دیگران رو ضایع کنن یا چاپلوسی و دروغگویی کنن برای اینکه منافعشون تامین شه. من آزادگی اصل چهارمه. و پنجم رواداری که من دربارش صحبت کردم. رواداری این که من تحمل بکنم، شمایی که از من تفاوت ممکنه داشته باشید، از نظر اندیشه یا از نظر فرهنگ یا از نظر زبان یا از نظر سیستم زندگیتون یا از نظر ایده سیاسیتون، ولی شما هم باید بتونید زندگی کنید و رواداری داشته باشیم ما به هم دیگه. یعنی من هستم، شما هم باشید، اینم باشه، اونم باشه. زیبایی جهان به اینی که همه در کنار هم با رواداری زندگی کنن و کسی رو نفی نکنه، خودی و غیر خودی نکنه، توی سر دیگری نزنه به خاطر آنچه که اون یکی هست، ولی در این حال اون یکی هم حق نداره این کار رو با شما بکنه. بنابراین رواداری یعنی تحمل و پذیرفتن دیگران، چه از نظر عقیده چه از نظر حضور فیزیکی و زندگی مسالمت‌آمیزی بتونه جامعه با هم و با همسایگانش و با ملت‌های دیگه داشته باشه. و ششمین چیز دهشمندی است. دهشمندی یعنی این که من اگر چیزی رو میتونم، دارم و بتونم در اختیار دیگران هم بگذارم، بایست این کار رو بکنم. این میتونه از یک وعده غذا باشه که شما در کوچه و خیابون به یک کودک کار میدید، یا میتونه دهشمندی شما به صورت ساخت یک مدرسه باشه، یا ساخت یک سالن ورزش باشه، یا ساخت یک پارک، یا یک کتابخانه، یا یک کار عمومی یا عامل منفعه باشه. بنابراین بسیاری از نیکوکاری هایی که من و شما میتونیم بکنیم در دایره دهشمندی است و متاسفانه در پس از اسلام جامعه ما جامعه زیاد دهشمندی نیست، در حالی که بین ایرانیان زرتشتی تا همین امروز، حتی ایرانیانی که مهاجرت کردن به هندوستان و الان پارسیان هند نامیده میشن، بسیار انسان‌های دهشمندی هستند و بزرگترین کارهای دهشمندی رو در هندوستان همین پارسیان ایرانی دارن میکنن، زرتشتیان با نیاکان ایرانی. و دهشمندی خیلی مهمه. ما همیشه فکر میکنیم هر کاری که میکنیم باید به ازاش چیزی دریافت بکنیم و حاضر نیستیم کار رایگان بکنیم و حاضر نیستیم دهشمندی بکنیم. خیلی از ما ممکنه ماها حتی کوچکترین کمکی نکنیم به دیگران، در اینکه میتونیم این کار رو بکنیم. دهشمندی جامعه رو در خوشبختی خود سهیم کردنه. دهشمندی همدردی کردن با بخش‌های دیگر جامعه و کمک کردن به اینکه همه با هم به یک درجه ای از شادی و رضایت از زندگی برسیم. اگر ما دهشمندی نداشته باشیم، حتی شما هنگامی که در یک کاخ طلا، در یک جامعه گرفتار و بیمار و بدبخت و فقر زده و عقب مانده زندگی میکنید، نمیتونید خوشبخت باشین، در حالی که دهشمندی هم به خودمون شادی میده هم به دیگران و موجب میشه که این خوشبختی در جامعه گسترش پیدا کنه. شادزیستی هفتمین نکته است که در اندیشه ایران شهری وجود داره. ما ایرانیان از دیرباز تاریخ ملت آواز و چامه و موسیقی بودیم. ما گفتگوها و گپ و گفتمون هم، لحن سخن گفتن ما ایرانیان شعرگونه و آهنگونه بوده و برای همین هست که ما ملت شادزیستی بودیم. این همه ما پدر شعر جهانیم، بیشترین و بهترین شعرهای جهان رو ما داریم، بهترین و زیباترین سازهای جهان رو در تاریخ ما ایجاد کردیم و نوازنده های بزرگ داشتیم و شادی و جشن و پایکوبی از ویژگی های ملیمون بوده. ما در سال علاوه بر گاهنبارها که به مناسبت فصلهای کشاورزی انجام می شده و سپاسگزاری از جهان و هستی و اهورامزدا به خاطر همه نعمتها و زیبایی هایی که داشتیم و خوراک و همه چیزهایی که داشتیم بوده، جشنهایی داشتیم هر ماه هنگامی که روز اون ماه با نام اون ماه هم پوشانی میکرده، هماهنگ میشده، عین هم میشده. مثلا روز فروردین از ماه فروردین، روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت، اینها رو هم جشن میگرفتیم. علاوه بر جشنهای بزرگ ملیمون مانند چهارشنبه سوری، مانند شب چله، مانند نوروز، مانند مهرگان، تیرگان، آبانگان و غیره. بنابراین ما ملت جشن و شادی و پایکوبی و رقص و آواز و خوشحالی بودیم و هیچ کس شاید مثل ما ملت ایران شادزیستی رو بلد نبوده. و حتی ما میبینیم که کولی هایی که آورده میشه برای نخستین بار در دوران ساسانی به ایران، برای اینکه بزنن، بنوازن و شهر به شهر، کوچه به کوچه برن و ایرانیان رو شاد بکنن، بعدها این هندی های موزیسیانی که به صورت دورگرد در شهرها میچرخیدن از ایران به اروپا رفتن و همین جیپسی ها یا کولی های امروزی رو هم ساختن. بنابراین اینقدر ما به شادزیستی اهمیت میدادیم و در برابر تمام شادی هایی که در سال داشتیم تنها یک عزا داشتیم و آن هم سوگ سیاوش بوده که نوعی سوگ مظلومیت و دادخواهی برای در واقع مظلومیت همه انسان هایی که در تاریخ ایران در واقع کشته شدن یا مردن یا خونخواهی همه مظلومان. ما یک روز رو داشتیم به نام سوگ سیاوش و این همه جشن در کنارش. حتی ما برای مردگانمون، برای مراسم پارسه و خاک سپاریمون جامه سفید و روشن پوشیدیم و در واقع عزاداریمون هم به نوعی منطقی برگزار می شده. بنابراین اینها هر کدوم از این بنمایه‌های اندیشه و اخلاق ایران شهری کاملا در تضاد با اندیشه اسلامی است و اگه ما میخوایم ایرانی باشیم نمیتونیم هم ایرانی باشیم هم مسلمان، نمیتونیم هم ایرانی باشیم هم باور اسلامی داشته باشیم، برای که اینا دو تا جهان بینی بسیار متفاوت و متناقضن، در دو سوی در واقع 180 درجه با هم تفاوت دارن و شما نمیتونید ایرانی خوبی اگه هستید مسلمان خوبی باشید، اگه مسلمان خوبی هستید ایرانی خوبی نخواهید بود. و برای همینم هست که میگیم که در این محدوده جغرافیایی سیاسی ایران، ایرانی بودن تنها زاده شدن اینجا نیست، بلکه نگاه ایران شهری که شادزیسته، که هنردوسته، که زندگی دوسته، که خردگراست، که دادورزه، که آزاده است و آبادگره و دهشمنده و روادار به اندیشه ها و ملت ها و فرهنگ های دیگه. همه اینها تفاوت ایجاد میکنه بین نگاه ایرانی و نگاه اسلامی و جهانبینی ایرانی و جهانبینی اسلامی. بنابراین ما این نکته همیشه باید یادمون بمونه، ما فقط گذار از جمهوری اسلامی نخواهیم کرد در فردای سرنگونی این حکومت. اگه ما میخوایم به دوران با شکوهمون دوباره دست پیدا کنیم باید موانع سر راهش رو برداریم و این موانع یکیش دلیل بزرگی که این 1400 سال ما از همه جهان عقب موندیم، حالا به جز اون استثناء 50 ساله شاهان پهلوی و شاهان ایرانساز پهلوی، در واقع به جز اون محدوده ما در تمام این 1400 سال تمام مدت ترمزمون کشیده شده و این ملت یه جورایی سنگ جلوی پای پیشرفتش افتاده و این سنگ بزرگی که جلوی پای ما بوده از مغزمون در می اومده و این اندیشه اسلامی بوده و این جهان بینی اسلامی بوده که ما را از همه اون ارزش های ملی و ایرانیمون خالی کرده بوده و نمیذاشته پر و بال باز کنیم با آزادی اندیشه، با آزادی گزینش و با خردمون بیاندیشیم، تصمیم بگیریم، انتخاب کنیم و زندگی کنیم و بسازیم و بریم جلو. سپاسگزارم از اینکه به برنامه من توجه کردید و امیدوارم که هر کدوم از ما آغاز بکنیم، به یک حزب بپیوندیم، به یک سازمان بپیوندیم، کار گروهی بکنیم، بیاموزیم که با ایرانیان باید بسازیم ایران رو و ما به ایرانیانی نیاز داریم که میهن رو دوست دارن و ایرانی بودن رو دوست دارن و پرچم شیر و خورشید ما و زبانمون رو دوست دارن و این ایرانی بودن رو از تار و پود اجزای وجود خودشون میدونن. سپاسگزارم از شما. پاینده ایران. جاوید شاه. بدرود تا برنامه آینده.